وقتی دست به یک انتخابی میزنید، این میتونه ابدیت شما رو بسازه. وقتی دست به یک انتخاب میزنی که از این به بعد کلام خدا رو بیشتر بخونی و اطاعت کنی، توی خیلی از مراحل و مشکلات زندگی خدا میتونه زندگی شما رو، زندگی من رو به اون طرفی هدایت کنه که خواست خودشه. اگر انتخاب‌های ما بدونیم که چه ارزش جاودانی به جا خواهد گذاشت، خیلی با تأمل‌تر و با خداترسی بیشتر زندگی و خواهیم کرد و دست به انتخاب توی زندگیمون می‌زنیم. انتخاب برای همسر، انتخاب برای کار، انتخاب برای محل سکونت، انتخاب برای معاشرت، انتخاب برای اینکه وقتمو کجا میگذارم، انتخاب برای اینکه با این وقتی که خدا به من داده چیکار میکنم، با این سرمایه‌ای که خدا به من داده چیکار میکنم، با این زبانی که خدا به من داده چیکار میکنم، چطور به راحتی بذر دروغ رو میکاریم و بعد فکر میکنیم هیچکی ندید، نه؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. چطور میتونیم با زبان خودمون به این راحتی بذرهایی رو بکاریم و بعد فکر کنیم که حاصلی نخواهد داشت؟ اگر بدونید که هر قدم شما برای زندگی ابدی شما که در برابر زندگی الان هیچه، چقدر ثمر داره و چقدر ارزش داره، خیلی بیشتر و خیلی با دقت‌تر عمل می‌کردید. شاید حراس داشته باشی برای بعضی از کارها، برای بعضی از تصمیم‌ها، و شاید هیچ وقت تمرین نکردی که به هدف‌های بزرگتر فکر کنی، به چیزهای که ارزش آنی نداره. شاید این رو اصلا یاد نگرفتی، ولی مطمئن باش وقتی بخوای زندگی تو عوض کنی، خداوند توی این راه به تو کمک